گذشته میگریزم. بی هدف سرگردم. در گذشته هرچه داشتم در آتش خشم سوزاندم. هرچه دیگران داشتم در لحیب آتش من سوخت. و هرچه مانع بود دست هایم آغشته به خون است. من با خود جان مرده ها را میبرم، شیون ناتوانان را با خود هم. من زنده ای رو در روی مرگ هستم. من از مرداب میایم. در آن مرداب همیشه تاریکی است، همیشه ظلم است، همیشه جبر. من مظلوم خون ریزم. من مجبور گریزانم. من از آن مرداب شوم میایم. بالاخره یکی از همین آدم ها زندگیمونو به باد میده. آینده من در گذشته معلوم شد. سزاوار کیفری گران هستم. اگر درنگ کنم چون پرنده این شکست بال، در این مرداب خواهم مرد. تو عبادی دنبالت میگردن، میدونی؟ تو چی گفتی؟ آینده در تعقیب من است. پشت سر در آن مرداب همه چیز از قبل مهیاست. رنج، زجر، تنهایی و پس آنگاه مرگ. لیکن اگر بگریزم به سوی مردابی دیگر، به آن سوی مرزهای گذشته، در آنجا نور خواهد بود، خورشید خواهد بود و امید. اگر لحظه ای فرصت دهند بر رحم آرند. محتل چی هستین؟ دارین بگیرینش؟ اون باید به سزای اعمالش برسه. پشت سر، پشت سر جهان این است. خورشید در مرداب، طلوع یک فیلم خوب در افق سینما، دیدگاه تازه‌ای برای سینمای ملی ایران. در یک فضای تازه با انسان‌های تازه‌ای آشنا می‌شویم که با تمدن به دور از محبت شهر آشنا نیستند. آنچه می‌شناسند جز مهر و خشونت، ترس و دلبستگی و دوستی و دشمنی است. بزرگترین حادثه زندگیشان ورود انسانی است ناشناخته. من تو کمم بهت جا میدم، اما اگه آدم درستی نباشی، یعنی اگه دوست نباشی، این درست نیست. مرد آرزو میکرد تا اون تازه وارد هم صحبت مناسب او باشد. من و راد مردی باید مست بشی. دختر در نگاه او به کشف رمزهای عشق پرداخت. مزن مضطرب بود که سرنوشتش پایمال بیرحمی های او نگردد. زمان خورشید در مرداب، تجلی یک حادثه کاملا نو. فیلمی از محمد صفار، نمایشنامه نویس و نویسنده معروف مطبوعات، با هنرنمایی سعید راد که به مرزهای تازه‌ای از خشونت گام می‌نهد. من اگه قرار باشه کاری بکنم موزش رو می‌گیرم، اما از کسی دستور نمی‌گیرم. فخری خرمش، من جلو تو میگیرم، هر کی که باشی جلو تو میگیرم. سامان تو خفش و پیر مست. محمد علی کشاورز، نکنی این پسر کار دستم بگیر. همراه با لاله صدر، روشن زمیر و با معرفی مسئله جزایری. پشت سر جهان. خورشید در مرداب با تصاویر زیبای علی زرندست، اولین محصول سازمان سینمایی نگاه، تهیه کننده کاظمیان. خورشید
جدال در مهتاب. ماریا پی یا در نقش یاسمین، ارنو کریزا. کلیه صحنه های این فیلم با شرکت هنرمندان ایتالیایی در تهران فیلم برداری گردیده. کارگردان انزو دیوینچنزو. یا سکته کردن، هیچ کاری نتونستیم بکنیم. امروز صبح جنازه‌شونو برداشتیم. جدال در مهتاب اثری عالی و عمیق از عواطف و احساسات انسانی در برابر عشق و ستیز و اندوه. یاسمین، جدال در مهتاب محصول مشترک ایران و ایتالیا. آقا بدت رو جمع کن از اینجا برو. این وقت شب مزاحم مردم نشو، برو یه جای دیگه. خواهش میکنم. Bye.
دوست دارم. ببینم تا حالا این جمله رو به چند زن دیگه گفتی؟ به 100,000 تا. منظورم اینی که منظورت اینه که تو پابند هیچ زنی نمیشی. آدم خودخواهی. ببینش بذار تا دلش میخواد زنگ بزنه. آخه شاید آخه نداره این موقع هر کی تو هست آدم مزاحمیه. متشکرم. الو تو رو میخوان مثل اینکه از ادارتون دیدیو منو ببخش خوشگله خیلی سنگین بخش نه بله خودم هستم ببخشی حالا نمیشه کمی دیرتر بیا آخه دستم بنده بله یه تو رو چه تو دستم فهمیدم کار فوری داریم والا منم کار فوری دارم باید فوراً بیام مخلصم هرچی دم دست دارم ول میکنم و فوراً میام بای بای چی خیال کردی؟ من یک کس دیگه هم ممکنه من اینجا پیدا کنی اصلا تو آدم مرموزی هستی تا حالا من نفهمیدم چی کاره هستی؟ از کجا پول در میاری؟ ادارت کجاست؟ کی هستی؟ همینطور بیخبر میای و بیخبر میری ببین جونی نفهمی برات بهتره هرچی کمتر بدونی بیشتر زنده میمی من عین مال قاچاق میمونم نباید کسی سر از کار من دراره اگر نه با یه جنس بنجل چه فرقی دارم حالا نمیشه نری حتما یه خبر مهمی هست که منو خواستم نمیشه به خاطر من سر کارت نری شعار من اینه اول وظیفه بعد جیمز باند پس من برای تو فقط یه وسیله تفریح هستم نراحتی بر بزن شوخی کردم جونی دلگیر نشو من خیلی تو رو دوست دارم دوست دارم که کافی نیست باید ثابت کنم حالا ثابت میکنم عزیزم تو حالا شده یه دفعه به حرف من جونی من باید دیگه برم جاهای عشقش تموم شد باید برم تو بزن بزنش اینو میخورم سلامتی خودم پوف بخوری همش میخوره و میره مسافرم تو چقدر بیچشم روی اقلا یه خداحافظی کن من دلم برات تنگ میشه بده حاجی خانه خیاط برات گشاد کنی شو بیتر شانسی آورده آخه آخ 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 نگاه کن باتریش گیره پاس کرده ده شماش هم آب شده تفلک خیلی باز ببخشین این موتور رو بهتون قالب کردم چطور شد؟ میخوام صورتو در کنم جون مادراتون روی منو داشته باشین ما آدم کاسبی هم اصلا اهل این حرفو نیستم من زن و بچه دارم میگی نه پشت سریه بپرس مطلق میگی نه بابا من منو مطلق الان نسابتو میرسم بیدیان اصلا ما هرچی سعی میکنیم گردن کلوفتی رو بزنیم کنار ترکمون نمیشه خدایا گناه های بنده گردن کلوفتی رو ببر
وای بیبوته، حیف واسه تو دعا کنم. با اینه باش، تو رو چه به روی ماشین، تو باید به خیل ماشین باید با. همون کار
باید بدون کوچکترین تردید و یا ترحمی پروفسور رو بکشی و فرمولها رو از بین ببری. اما اگه خود آقا موشه تو تله افتاد چی؟ در اون صورت خودم شخصا مرگ تو به معشوقهات تسلیت خواهم گفت. متشکرم قربون، چون من هر جا رفتم خوردم. نه بیشینی تمومه شد. این زیری بربسو؟
چیزی هم روش هست یا نه؟ هیچی اونا نماید به این طرز ساده از بین ببریم. این از اون مامورای معمولی نیست. اگه اینطوری کشته بشه ممکنه مامورای دیگه ای رو برای تعقیب ما بفرستن. در اون صورت تمام زحمات ما به هدر میره. پس باید کاری بکنیم که بعد پشیمون نشیم. بهتر از دکتر کسب تکلیف کنیم. ولی اگه بفهمه که تو با بی احتیاطیت اونو به اینجا کشوندی برات گرون تموم میشه. باز بهتر از اینی که یه کار احمقانه دیگه بکنی. راست دیگه ساکت شو. خیلی خوب بلندش کنید. کش. بزو کتشو دارم که گرمش نشه. آخو تفلکی خود مهمونه. همچه یه خود آزیادم نه. ببرین اشو زیر زمین تمام بیار. چش. آقا مرتضی تو تشریفی که برام سرش. اجازه میدید شکنجش بدین؟ شکنجه. شما احمقا فقط همین یک کلمه رو بلدید. شکنجه خوبه ولی نه برای آدمی. مغز این مرد نباید با شکنجه فرسوده کرد. مغز او برای من میلیون ها دلار ارزش داره. همونطوری که قبلا دستور دادم با تهدید باید اونو وادار کرد که محل فرمونها رو بگه. قربان ما با کمال دقت دستورات شما رو اجرا کردیم ولی هنوز نتیجه ای نگرفتیم. برای اینکه بی عرضه هستیم باید سعی کنید دختر پروفسور رو پیدا کنید. این تنها نقطه ضعف پروفسوره. به وسیله این دختر میتونید پروفسور رو سر حرف بیارید. به من خبر رسیده که دختر عازم تهرون شده. همه جا رو خوب زیر نظر داشته باشید. اتحاد میشه قربان. یه مطلب دیگه. یه نفر از مامورین مخفی محل ما رو پیدا کرده و ما دستگیرش کردیم. باید چیکار کرد؟ مشخصاتش رو بگو ببینم چطور آدمیه. بسیار خوب. فکر میکنم آدم مهمی باشه. در کارش خیلی وارده. چی دستور میفرمایید؟ شکنجه چینی رو دربارش اجرا کنید. بس شده. این دفعه آخری باشه که بی عرضگی به خرج میدید. صبر و تحمل منم حدی داره. الحمدلله به خیر گذشت. اگه تو لابراتوار مشغول نبود حتما دستور قتل همه ما رو میداد. آره، باید زودتر شروع کرد. بریم پایین. برن شو. خب، آقا زدم که از خواب بیدار شدم. ببینم، تو کی هستی؟ ارادت من سارقه در کره ما. ببندینش رو صندلی آقای سارقه. نه، 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 دستان برکنه. 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 میذارم تو سر یه مردی که آوازی خیلی پرت و پلا میگی ولی سب کن تا مزه این فوزیلیا رو بچشیم. دست شما درد نکنه. قربون محبت شما. چشیدن کالی که فایده ای نداره. یه زر فور بکش بیار که خیلی گوش نده. هرچی دلت میخواد پر حرفی کن. چند ساعت دیگه اینقدر حرفای چرت و پرت میگی که این حرفا پیشش فلسفه ی افلاطونه. این منبر رو میبینی بالا سرت؟ جون افلاطون کلم چشم نداره. اشکالی نداره. قصه نخور. من برات میگم. برای سرت یه منبع کوچه چه آبه. حالا شیره آب باز کن. باز کن. باز کن بزن. یا چقدر از تو هفت شنوی دارن. دقشو. از این شیر آب قطعه قطعه میچکه روی مغزت. چند ساعت همین طور میچکه. هر چکه یه آب مثل ضربه یه پتک سنگین روی اعصابت فشار میاره. یواش یواش عصبانی میشی. بعد فشار زیادتر میشه. یه وقت میرسی که میبینی دلت میخواد فریاد بکشی. فریاد میکشی ولی فایده ای نداره. اعصابت نمیتونه این چکه های متوالی رو تحمل کنه. و بعد از چند ساعت میشم یه دیوونه حسابی. یعنی همونی که شما میخواید. ای گفتی گل گفتی. معلوم میشه که خیلی واردی. ولی فعلا که شما خیال دارین من از کد خارج کنین. این شکنجه ها دیگه کهنه شده. خدا بیامرزه دکتر فوماچیو رو که این کارا رو به شما یاد داد. ولی خواهید دید که خیلی موثره. وقتی دیوونه شده دیگه چیزی یادت نمیاد. اون وقت یه آدم بیازاری میشی و نمیتونی به کسی صدمه بزنی. خب بچه ها بریم به کارمون برسیم. بعدن بیاین اینو ببرینش تیمارستان. خدا حافظ مأمور 2-0. ای شیطون تو کجا فهمیدی من تو امتحان همش نمره 0-7 میگرفتم. وای جایی من مأمور 2-0 تک هم. هی خانوم کجا میری؟ هی خانوم کجا میری؟ منو بخوره نه بیمار دیگه ما تنیم. هرچی اینجا باشه این جونور بیشتر میخواد دری بری بگیم. بری آره بریم بابا. آقا با شما جاته رود کن اون و موتو ترکیبی تو ببین. هرده خفه شو بیای. آقا با تو هم
آقا قابل نیستی. تقریبا اونم تقریبا از گردونه خارج شدیم، فقط میمونه دختر پروفسور. دختر خوشگله؟ شما زنا همش به فکر خوشگلی و زشتی هستید. من فقط پرسیدم خوشگله یا آره خوشگله و خیلی هم زرنگه. از دیروز تا حالا که از خرمشهر بیرون اومده هیچ کس نتونسته ردشو پیدا کنه، درست مثل اینکه آب شده و تو زمین رفته فرو. من فکر میکنم تو تهرون باشه. تو نمیخواد فکر کنی، تو فقط اجرا کن، بذار من فکر کنم. شما دو نفر برین زیر زمین و مطمئن بشین که یارو دیوونه شده یا نه. برای احتیاط یه نفر دیگر هم با خودتون ببرین. فهمیدی؟ بله آقا. امتحانش کنید. کرد خانم.
تو گوباف بکن رقص و تموشا بکن باز کردی تناب و از دست من آزادم نگاه بکن رقص من فکر کردی که بند دیوونه هم میبینی که شال و فرزونه هم چشماتو خوب باز بکن رقص و تموشا بکن قربون اون سر کچلت برم من قربون فم مچلت برم من یه چشم به هم زدن میشم فرادی میدارم تا تو رو تو خوردی چشماتو خوب باز کن رقص و تموشا بکن هزار مشکل اندر کارم دیوانه به کاره پیش تن هشارم نمی کنم دیوانه اما نه بهتر یک قصه واسه تون بگم
پبه داریم واسه تون تعریف کنم. یه آرتیکه بود که از زندون آلمونیا فرار کرد و زد به جا که دردت نبرگرفتی. چه جوری؟ حالا چه جوری؟ چه جوری ها؟ اینطوری بلند شد یه نگاهی به اطرافش کرد یه حدید یه موتوسیکلت اینزد. بستهیم. رفت و رفت تا رسید به موتورسیکلت. سواره موتوره شد و روشنش کرد. موتورسیکلت روشن شد. هی گفت پت 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 اومدم. اتفاقا سر موقع اومدیم. الان
نمیفهمم این اسلحه چی؟ این اسلحه چی ها؟ این وسیله پذیرایی از مهمونای ناخوند است، اتوماتیک و بدون تار و پلانه. تو اونجا بله وایسادی، بفرمایید تو صحبت کنی. بفرمایید. بگو ببینم تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ فکر میکنم عوضی گرفتی. اگه پول میخوای بیا، هر چی دلت میخواد بردار. متشکرم. مگه تو دوز نیستی؟ بیا اینم پول بگیر. یزودی احساس قربت نکن جونم. تلاش نکن، این درا به هیچ جا راه نداره. اونجا بومبسته. بچه برگرد برگرد تا اینجا چه بز نشد. بعدش ببینی چه تا میشه. اومده بیرون یا نه؟ تفلش نمیدونه من از هر پدری میخوابوزم، وگرنه خود شد در بس مینداخت رو بغلم. نتونستی تا قطع بیاریم؟ من همیشه آرزو داشتم یه داشت دو قلو داشته باشم عین خودم.
دست کار را بنداز. برای سرتو نگاه کن. تو فرصت داری حرف بزن. پروفسور کجاست؟ منم همه رو میخوام تو میگم. سرعت رو زیاد کنه، یارو خیلی دلش برای برادر دوغلوش تنگ شده. برو درنده چایی کمک هم پشت بندش بیار. الان بلایی به سر چیارم که دیگه برای من کار کنی نخونی. این تو بمیری همون تو بمیری ها نیست. من که من اون پل پوسی تو بردم حالم داره به هم بکنم. نگاه اینه بخت و نرز شده. چطوری دزدیدن؟ تا حدی میدونم ولی بعد براتون تعریف میکنم. خب شما دو نفر رو چه کاری از دستون ساخته است؟ ما تو تهران آشنا زیاد داریم. اونا رو میخواستیم تحقیق کنن. لازم نیست شما بعدم بگین. قالا. مشکلی بده کو. ای چال گونده بی مصرف. حرف که ملاحظات کردم. ده تو دیدی. راحت شو بذار بیا. بریم. حرفش رو گوش کنیم. خیلی خوب. ببرید. در زمین مشتو بهت زدم که تلافی مشت. پنجاه قدم به آقا جونه نزدیک‌تر شدیم ولی
بالا را بیفت و برده. حالا ماشین نداری چجوری بری؟ راستی من تو کارخونه یه موتور دیدم. چطور برم بیارمش؟ دور بزن، دور بزن بریم سراغش. اگه این دفعه هم دست خالی برگره بهش دخلمونه میاره. بک میکنه، کلم یک تنه تنش این وارم میدم دست رئی. همین چه باشه تو خبرم بکنه رو میارم. Thank you.
هرچی دلت میخواد داد بکش، فریاد بکش. مطمئن باش هیچ کس به کمکت نمیاد. از من چی میخوان؟ شما کی هستی؟ پدرم کجاست؟ نه نکن، به تو مربوط نیست ما کی هستی. فقط بگو پدرت فرمولا رو کجا قایم کرده. اگه بگی فرمولا کجاست آزادت میکنی، وگرنه چهار تیکه میشی. من چیزی نمیدونم، فرمولا چیه؟ بلم کنی. باشه میل خودته، دستگاه رو به کار بنداز، شاید حافظه دختر خانوم به کار بیافته. بلم کنی، من از اینجا ببرین بیرون. Thank you.
دارم جاید کنید رو به جهنم. X9-0 گوش کنید. امیر بازم از طریق ما فرار کرده و الان داره با اتومبیل قطار رو تعقیب میکنه. چی دستور میفهمید؟ خیلی دلم میخواست این آدم زرنگ به جای شما برای من کار میکرد. در هر حال اشکالی نداره، خودم براش یه فکری میکنم. شما به سفرتون ادامه بدید و خیلی احتیاط کنید. اطاعت میشه بابا. دکتر خیلی عصبانی، ولی حتما این دفعه کلا چمی رو میچنه. مثلا بخواد چیکار کنه؟ هنوز نمیدونم، ولی قطعا فکر تازه ای داره. Thank you.
نمیشه. با کی باید اجازه بده؟ مامور بنده رفته تو نمواری چایی بخوره. برای اون تو پیداش میکنه. چند روز دستور داده هر طور شد اونو زنده دستگیر کنیم ببریم پیشش. پس تا با اونجا برسه نباید بذاریم به گوش بیان، چون ممکنه دوباره از چنگمون در بره. چنگ رو هم بذاریم میپره و غیبش میزنه. خیلی خوب، پا بلندش کنیم تا کسی نیومده ببریمش تو. یالله Thank you.
به خانه محقر من خوش آمدید آقا. به به رئیستون خیلی لطف صفته. خوش به حالتون که با این همکاری. کن چان چون یعنی سلام علیکم. بفرما. اوه سرشاق شد. امیدوارم خیال فرار به سرت نزنی. تا حالا کسی بدون اجازه من نتونست از اینجا زنده بیرون بره. پس بهتر زودتر اجازه نومه رو بدین چون من عین بشقا پرندم یه حدودی الفرا گمان نمی کنم تو میراز میگم در هر حال قبل از اینکه کارتو تموم بکنم میخوام منظره ای رو بهت نشون بدم یک منظره ی جالب بیا جلو با تو هستم ترسو بیا جلو من؟ بله تو احمق بی ارزه بلایی به سرت بیارم که دیگران بدانن با دکتر چنگلو نباید شوخی کرد بیا جلو برو جلو بزر اینقدر چش سفید نباش نزده اون رو سکش باده بید برو جلو آخه من خفشم وای وای دکتر میخواد وفیرتون رو جرایی کنه داره میبره تش دو ازاو شما متهمی به این که در کارت قصور کردی و مدتی هجه منو به تعویق انداختی حالا باید مجازات بشی والا من تقصیر ندارم شما اشتباه میکنی و اشتباه میکنی خائن اگه قرار بود من اشتباه کنم تا حالا زنده نبودم تو با مینا قرار گذاشته بودی که به اروپا و امریکا بری ولی اینو نمیدونستی هرکی با من کار کنه مجبوره تا آخرش به این کار ادامه بده من تو رو به مرگ محکوم میکنم یک مرگ فوری و بی‌دردسر ببخشید آقا من میگم چطوره اینو به سیویل مردونتون ببخشید نوبت تو هم میرسه همش تقصیر تو بود تو منو وسوسه کردی خفه شو نمیخوام برام سخنرانی بکنی بکشش نه نه منو نکشه تو رو خدا منو نکشه سزایی کسی که به من خیانت بکنه آخه تفلکی حب به رهلت و خورده آقابت به خیر شد خدا بیام خب حالا بریم سر حساب خود برو بریم تو در این مدت خیلی به من لطم زدی ولی من بالاخره تونستم نقشم و عملی کنم نیمی از فرمول پروفسور را در تهران به دست آوردم و با تحقیق کردن او فهمیدم که قسمت دوم فرمول طلای مصنوعی را در خرمشهر نزد یکی از دوستان صمیمی خودش پنهان کرده است. خوش آمد. فکر نمی‌کنم گفتن این اسرار به ضرر تمام شاید. تو چون زنده از اینجا بیرون نمیری هیچ مانعی در این کار نمی‌بینم. در هر حال من با تلفیق هر دو قسمت فرمول موفق شدم طلای مصنوعی را Thank you.
بین دو آتیش کنم من رو نکش من در عوض خدمتی به تو میکنم چه خدمتی؟ در این قلعه مقدار زیادی مواد منفجره وجود داره اگه زودتر فرار نکنی همه تو میرین رو آسمون همه تو پس مسئله شد یاله بینم راضی بسید یه دوباره ما غیره این در چه شکلی باز میشه؟ بچه خون میشه بیا تو بیا خیلی بسید بلوی این الانه چه کلا رو خدا واسه من رسونده پیراهن نره تو سرم خدا جون فقط تو تونستی کلا سر من بزنی جدید در عالم کارخانجات جیمز هم الهی به تیرت دل گرفتار بشید خب حالا چی کار کنی؟ معلومه دیگه مثل همه فیلم ها آرتیسته باید دختره رو ماچ کنه و فیلم تموم بشه رد کن بیاد امونتی رو سب کنید ماچ سانسوریه ببخشید من پدرش خیلی ببخشید ولی خداییشه بخوایی باید ما کرد چون خستگی تو تن آرتیست میمونه برای برم ایشال فیلم بعد اینه که قدر و ارزش دلی رو که تو سینه‌شون تاپ تاپ میکنه نمیدونن ولی همه مردم اهل دل میدونن که تو این دنیا تمام جنگ و دعواها، ماجراها، آه و ناله‌ها، گریه‌زاری‌ها خلاصه تمام کلک‌ها کار دله دله که میگه از این میخوام دله که میگه از اون میخوام دله که از این خوشش میاد از این چی بدش میاد دله که میگه بچرخون دله که میگه بگردون لیوان آب خونک بخور آب چی علاج درد ما رو بکن دل خودش میخواد یک نسخه جالب از یک طبیب حاضر برای مدامای آلام درون و غمهای بیرون غمازم رو پیر میکنه آره از من دیگه پیر میکنه واسه این دختر به خاطر دل پر آرزوش رنجهای بسیار کشیده بود آرزوش این بود که یک روز عروس یه همچی خونه ای بشه ولی سر از یکی از کافه های پایین شهر در آورد ما از داشتن هنرمندی مثل شما به خودمون میبالیم بله میمالیم میبالیم تو خیال خودش مرد رؤیاهاشو جوونی مؤدب و با نزاکت مجسم میکرد ولی گیر آدم های افتاد که از ادب و نزاکت بویی نبرده بودن اما از اونجایی که خداوند یار و مددکار پاک دلانه بالاخره گیرش اومد کسی رو که دل خودش میخواست ببینم شما زن دارین؟ نه ندارم چطور مگه؟ همینجوری پرسیدم دل خودش میخواد یک کمدی جالب و سرگرم کننده از ماجراهای دل از خواسته های دل از آرزوهای دل و از کارهای دل دل خودش میخواد با هنرمایه هنرمندانی چون همایون منوچهر وسوم شهناز تهرانی حاله مفیدی
فرهاد حمیدی و کمدین مشهور سینما میری. خب خانم ها حالا خیال بکنید من اون مرد میلیونرم، با بنده خواهش میکنم یقدر لس بزنیم. خب نازلیم سیپیلیش دل خودش میخواد. داستانی از مردم اهل دل که تو زندگی فقط دنبال یه لقمه گوشتن و دو ساعت وقت و یه گوشه خلوت دنج و کار ندارن دنیا دست کیه و کی اونو میگرده. من خرابه اون هیکل سالارم، از ماتین های ناکاری ناکارم، وقتی دل خودش میخواد. رسیده است تا سینمای ایران با درهم آمیختن فراموش نشدنی ترین لحظات حیات آدمی، فراموش نشدنی ترین اثر حیات خیش را خلق کند. داستانی دلانگیز و شیرین چون سالهای شیرین خردسالی و اثری دگرگونه و نوین برای بررسی و سنجش ارزشهای زندگی. سرود زندگی. بله چه میفهمم، اون قدام نفهم نیستم، منظورم نیچه این بچه بالاخره بریش من بسته میشه. سرود زندگی سرود شادی هاست و هیاهو و قوقایی که انسان ها در فراز و نشیب عمر با آن رویا رویم. سرود زندگی حدیث غم‌انگیز لحظاتی است که ابدیت فرا میرسد و فراکاری ها و گذشت ها چون حماسه جاویدان بر جای میماند. تو چطور؟ چطور تونستی حق باز پاکجنس هرچی بهت بگم چم گفتم حقت اینقدر درد بکشی؟ سزای تو همینه. برای دلش به حال آقا گرگه سخته و بچه شد داد بزن که براش نگهداری کنه. سرود زندگی. بعد این شب اتوالا شغش رو حال مبارک، روز 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 پاکسته سال 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 مبارک. زندگی. ایرج، ایرج پسرم، پسر خوبم، پسرم چه خوب شد اومدی. نگفتم هر وقت احتیاج داریم به فکر من میفتی؟ من شما رو بهتر از خودتو میشناسم، تو خونه شما بزرگ شدم. اگه آسمون بزنیم بیاد دیگه منو پسرم تو خونه شما قدم نمیذاره. حق با توه بریاد، من از روی تو و پسرت خجالت میکشم. ولی آخه گناه من چیه؟ من که چیزی نمیدونستم، نمیدونستم که تو چه فداکاری بزرگی کردی. نقشی نوین و متفاوت برای وحدت، هنرمند بزرگ سینما تا با هنر بیمانندش نمایشگر غمها و شادیها باشد. امین امینی بازیگر نقشی استثنایی در دقایق و لحظات اثری باشکوه. آذر حکمتشعار ستاره زیبا و هنرمند همراه با آرزو، قبطی، ایران قادری، تجدد و ستارگان خردسال محمد رضا رفیعی و هوشنگ حیدری. کارخونه منظره جنابالی خیلی خوب شده. چی میخوایی بگی ولی الله؟ قربان خواستم از کنم اگه وضع کارخونه جات بافندگی ریسندگی تو خوب نیست، عوضش کارخونه منزل محصولش خوب شده. چرا پرت و پلا میگی؟ بارو بیرون. حالا یا پرت و پلا میگون؟ خیلی خوب میری؟ من تو هر پوان نزنم از اینجا بیرون میمیرم، مجدگونم میگیرم. سرود زندگی، یک فیلم بزرگ از سینمای ایران. سرودی لطیف و آرامش بخش که بر قلب و روح همگان اثر می کند. سرود زندگی، مجموعی از بهترین آهنگ ها، شورانگیزترین و شگفت‌آورترین ماجراها در قالب داستانی مؤثر و تکان‌دهنده با تلالو هنر ستارگان موفق و درخشان سینما در بهترین فیلم از سینمای ایران. سرود زندگی به کارگردانی مهدی رئیس فیروز. بیا تا روی دوشم تو رو سوا کنم، حالا فهمیدم چی کار کنم، ردهایی رو سوا کنم، ایو ایو بی فرا کنم. نظری به شهر، نظری به میلیون ها مردم گونگون که هر یک در خم حادثه ای گرفتارند و هر یک در جاده سرنوشتی متفاوت به پیش می روند. همه در کنار یک دیگرند و همه بی خبر از هم. نظر زندگی یک مرد یک شهر. نیا جلو بنجا میندازش. یک دیوانه از پند گریخته که ترحم را نمی فهمد، محبت را درک نمی کند، قانون و هر نظام اجتماعی را به بازی می گیرد. در مقابل همه انسان ها نیز از فهم آنچه که در درون او می گذرد عاجزند.
به ناگهان آرامش یک شهر این چنین دست خوش آشوب می‌دهد. اختیار داری؟ ما که ما دوستیم، ما چونه اونو به خطر میدازیم که بار مرد رو سواب کنیم. این مرد از سلامت روحی و جسمی به حد کافی برخوردار است، از موازین قانون و اجتماع اطلاع کامل دارد، ولی آنچه را که همیشه انجام میدهد عملیست خلاف این موازین. اونیز چون یک دیوانه مخل به آسایش دیگران و ایجاد کنندگی آشون است. گاهی باید اشکون، گاهی باید اشکون، اینجا که بود کرد، آخ آخ، وای وای، وای وای. زنانی که جوانی و زیبایی خود را چون یک کالا در معرض فروش می‌گذارند.